درود بیکران خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم. امیدوارم حالتون خوب باشه در هر کجای جهان که زندگی میکنید. یک ایران سپاس از همه باورمندان به تمدن ایران شهری که برای رسیدن به خواسته های جامعه ایرانی امروز، رسیدن به آزادی، دموکراسی، قانون اساسی بر پایه حقوق بشر، برابری میان زن و مرد در قانون اساسی، برای حفظ هویت ملی میهنیمون و حفظ تمامیت ارضیمون کوشا بودید و هستید. با امید داشتن یک قانون اساسی سکولار به معنی جدایی دین از حاکمیت و حکومت، با امید داشتن کشوری پارلمانی که نمایندگان واقعی مردم در انتخابات آزاد بتونن برای این مردم با تخصصهای متفاوتی که دارن در مجلس مؤسسان، در مجلس شورای ملی و سنا قرار بگیرن و این کشور ثروتمند رو به سمت جلو پیش ببرن که در نهایت متخصصین هستن که در رأس قرار میگیرن، نه کسانی که با نام آخوند که از حوزه فیضیه ترخیص شدن اومدن کار رو به دست بگیرن. به هر روی سپاسگزاری میکنم از همه عاشقان به ایران، فدایان ایران که از شمال و جنوب و شرق و غرب کشور سعی و کوشش به عمل میارن تا سایرین رو از اهداف جامعه ایرانی که در دل این جنبش نهفته است آگاه بسازن. سوالات فراوانی برام فرستاده شده که میخوام در رابطه با اونها صحبت بکنم، اما قبل از اینکه بخوام برم و تجزیه تحلیل بکنم در رابطه با آینده ایران و منطقه، میخوام چند نکته رو خدمتتون عرض بکنم که بسیار مهم هست. من همیشه در رابطه با اهداف با شما صحبت کردم قبل از اینکه بخوام سخنم رو آغاز بکنم. دلیل موجهی داشتم که در طول تمام این سالها قبل از اینکه بخوام سخنی با شما در میون بگذارم یا مسائل رو تجزیه تحلیل بکنم، همیشه اهداف جامعه ایرانی رو براتون توضیح میدادم. چرا؟ به دلیل اینکه همیشه میدونستم و میدونم که در یک بزنگاهی وقتی که همه جهان متوجه بشه و خود حکومت اسلامی متوجه بشه که دیگه امکان نگهداری و نگاهبانی از این رژیم و این فساد نیست، خودشون سعی میکنن در واقع شرایطی به وجود بیارن تا عده‌ای درون نظام مجدداً حاکم بر سرنوشت مردم بشن و مردم رو به بیراهه ببرند، و یا حتی سیاستمدارانی که در خارج از ایران هستن، در کشورهای دیگه، در میتونم بگم شرق و غرب، وقتی که شرایط رو اینگونه ببینن با دستگاه‌هایی که دارن و یا رسانه‌هایی که دارن تبلیغات گسترده‌ای رو که انجام میدن، میتونن یک نفر، یک سازمان، یک گروه رو به داخل ایران بفرستن و در نهایت مجدداً مردم ایران به دام یکی از این ترفندها بیفته. اما آن چیزی رو که همیشه خدمتتون عرض کردم این استش که نگاه نکنید که چه کسی یا چه کسانی قشنگ حرف میزنن، نگاه نکنید که آیا مسائل شما رو عنوان میکنن یا نمیکنن، این اصل کار هست، اما ببینید همیشه کجا پیادتون میکنن. اون بسیار مهمتر از هر آنچه که هست که این افراد میگن، چه درون چه برون. پس بنابراین هر کسی که اومد و خواست از زبان مردم صحبت بکنه، به خصوص درون کشور، و خواست به مردم خط بده، باید این مسائل رو براش توضیح بدید که آقا جامعه ایرانی امروز اهدافش ایناست، یک کشور پارلمانی داشته باشه که دیگه یک نفر، یک شخص، یک خانواده براش به تنهایی تصمیم نگیره، بلکه پارلمان یک کشور هست با نمایندگان واقعی که دیگه دستگاه‌های استصوابی وجود نداره که بخوان این نمایندگان رو از صافی رد بکنن، تصمیمات درست رو برای یک کشور میگیره، و در نهایت وقتی که رقابت سالم میان نمایندگان وجود داشته باشه، اون تخصص هست که در رأس می‌نشینه، و زمانی که متخصصین در رأس می‌نشینند، یک مملکت به سمت جلو پیش میره و سلسله مراتب رعایت میشه در هر سه قوش، در هر نیرویی که در کشور وجود داره، و ما دیگه این شاهد این تبعیض‌ها نخواهیم بود. و کسانی که مدعی
هدایت مردم هستند به عنوان نماینده، میبایست در اون نهایت برای مردم کار بکنن و مردم دیگه ترسی از نمایندگان خودشون ندارن. این بسیار مهم هست تا اینکه مردم رو در بدترین شرایط نگه دارن و بعد افرادی رو مجدداً علم بکنن که در خود حکومت اسلامی بوده و هستند و بیان مسائل رو توضیح بدن و مردم بگن بله آقا ایشون راست میگه یا این افراد راست میگن و اونها بخوان خط دیگری رو در این شرایط به وجود بیارن. من مثال مشخصی رو براتون بزنم. زمانی که در کشورهای پیشرفته، فرض بگید در همین آمریکا، آتش سوزی رخ میده که صدها و هزاران نفر رو در بر میگیره، میان چیکار میکنن؟ برای اینکه بخوان جلوگیری بکنن از ادامه پیشرفت آتش سوزی، منطقه‌ای رو قبل از اینکه آتش به اونجا برسه میان خودشون آتش میزنن که کنترلش بکنن که این آتش سوزی به سمت جلو دیگه پیش نره. حفظ نظام‌های دیکتاتوری و یا ترفند سلاطین برای کنترل کشور ما و یا کشورهای دیگه هم همیشه این چنین بوده. یعنی زمانی که یک دیکتاتور رو به سقوط هست، میان چنین برنامه‌هایی رو براش به وجود میارن که این زمانی است که من دارم خدمتتون عرض می‌کنم. همگان میدونن که شرایطی که در ایران حاکم هست نمیتونه به این گونه به سمت جلو پیش بره و این حکومت سقوط خواهد کرد. عاقبت این نردبان افتادنی است، هر که بالاتر رود ابله‌تر است. این مسئله است که میخوام خدمتتون عرض بکنم. هر کسی با هر شکلی با هر نامی اومد مسائل و مشکلات مردم رو عنوان کرد، شما باید نگاه بکنید ببینید کجا داره پیادتون میکنه. دقیقا همون ترفندی رو که در زمان موسوی و کروبی اینها به شماها زدن، یعنی سال 88، اون نیروی عظیم مردمی رو که میتونست حکومت رو به قول معروف کن فیکون بکنه، اومدن با این ترفند صحبت کردند، حرف زدند، ولی برابر جریان قدرت اجتماعی مردم ایستادن و مردم رو روانه منزلشون کردن و مردم با این همه هزینه‌ای که پرداخت کردن دستشون به هیچ جا نرسید. پس این مسئله بسیار مهم هست که ما در زندگیمون بدونیم هدفمون چیه از اون کاری رو که داریم انجام میدیم، که نه کشور به سمت شورش بره نه حکومت به سمت فروپاشی. چرا که اگه کشور به سمت شورش بره اختشاش میشه و مردم نمیدونن چیکار باید بکنن. مردمی ناراضی هستن، میخوان قیام بکنن، اما به هرج و مرج کشیده میشه. چرا؟ به دلیل اینکه هدف رو نداشتن، فرماندهیشون مشخص نبوده. مردم ناراضی بودند، نارضایتی های انفرادی و شخصی و اجتماعی داشتند، ولی اون پتانسیل رو به گونه ای استفاده کردند که به قول معروف دستشون به هیچی بند نخواهد بود در انتها. همون اتفاقی در سال 88 افتاد. پس بنابراین هدف برای شما بسیار مهم هست، مهمتر از هر چی، مهمتر از نان شب هست که شما بدونید هدفتون چیه از آمدن به خیابون‌ها، هدفتون از تظاهرات چیه، هدفتون از راهپیمایی چیه، هدفتون از شعارنویسی چیه، هدفتون از اینکه یک جا جمع میشین چیه، و در شرایطی قرارتون ندن که با تبلیغات شما رو از هدفتون دور بکنن. هر کسی که میخواد نمایندگی شما رو بپذیره، اون میبایست به سمت هدف شما بیاد، نه شما به سمت صحبت‌های اون و در نهایت پیاده کردنتون در ناکجا آباد تاریخ. پس این مسئله خیلی مهم است. ما هدفمون آزادی کشور هست، هدفمون برقراری دموکراسی هست، یعنی حضور مردم در تعیین سرنوشت خودشون بدون ترس از هیچ مقامی درون کشور و هیچ نیروی نظامی، مردم بتونن آزادانه نظریات خودشون رو در رابطه با انتخاب سرنوشت خودشون بگیرن و بهترین نمایندهشون رو بدون ترس پای صندوق‌ها برن و نوع نظام خودشون رو حتی انتخاب بکنن در یک رفراندوم. این میشه حضور مردم در تعیین سرنوشت خودشون بدون ترس، بدون ترس، بدون وحشت که اگر بخوام به این سیستم رأی بدم یا بخوام به اون شخص رأی بدم دچار مشکلات میشن. و اون زمان هستش که شما متوجه میشید که ایرانی آزاد یعنی چی. در کمترین زمان با ثروتی که داریم میتونیم به آبادانی دست پیدا بکنیم. ما بهترین متخصصین رو نه فقط در ایران بلکه در سایر کشورهای جهان داریم و همه اینها برمیگردن به ایران و برای ایران کار میکنن بدون اینکه بخوان تفتیش عقاید بشن یا تحت شعاع فیزیکی و فکری قرار بگیرن.
وقتی که میگم قانون اساسی بر پایه حقوق بشر، ما دیگه یک مذهب رسمی نداریم. مذاهب برای خودشون مورد احترام بوده و هستن برای مردم. هر شخصی، هر فردی دارای هر تفکر سیاسی و هر نگرش مذهبی هست برای خودش محفوظ. وقتی ما میگیم قانون اساسی بر پایه حقوق بشر، یعنی این که تک تک شهروندان یک کشور با هر نگرش سیاسی و مذهبی مورد احترام و در پناه قانون خواهند بود و ما در نهایت یک کشور داریم که میبایست به رسمیت شناخته بشه، یک پرچم داریم که میبایست به رسمیت شناخته بشه، تاریخ کشور هست که میبایست بدون دروغ به رسمیت شناخته بشه، یعنی دستاوردها، شکستها و پیروزیها، فراز و نشیبهایی که این مردم در طول تاریخ پیمودن و درس تجربهی بوده برای جامعه ایرانی که میبایست به فرزندان ایرانی توضیح داده بشه و در کتابهای درسی مورد مطالعه قرار بگیره، از مقطع دبستان تا دانشگاه. این چیزهایی است که میبایست پایه‌گذاری بشه تا جامعه ما در کمترین زمان بتونه قدم‌های بزرگی رو برای خودش برداره. خدمتتون عرض کردم ما سرمایه رو داریم، هم انسانی هم مالی، اما هیچ کدام از اینها برای ایران خرج نمیشه و مصرف نمیشه. میبایست با پایه‌گذاری چنین قوانینی و با به خدمت گرفتن شخصیت ها درون جامعه که هر کدومشون دارای آفرینش هایی هستند برای این مملکت کار بکنن. و هر کسی با هر نگرش سیاسی اومد شما رو تهدید کرد، فوش و ناسزا به شما داد، خواست شما رو سرکوبتون بکنه یا به قول معروف بد و بیرا بهتون بگه یا حقیرتون بشموره به خاطر اینکه شما هنوز نمیدونید باید برید فقط به این نوع تفکر سیاسی رأی بدید، فقط به این نوع شکل نظام رأی بدید، یا فقط یک شخص هست که میتونه شما رو نجات بده، یا بقیه دیگه اصلا به قول معروف آدم نیستن و نباید آدمشون حساب کرد. بدونید که خیرخواه یک مملکت نیست، بدونید که آزادی خواه نیست، بدونید که برای دموکراسی کار نمیکنه، بدونید که حقوق بشر و حقوق انسانی براش مطرح نیست. چون در آینده ایران بارها خدمتتون عرض کردم و باز بر همین پایه میکوبم، من شمیرانی تمام زندگیم رو سرمایه گذاری کردم برای اینکه ما یک کشور پارلمانی داشته باشیم، کشوری که دیگه به هیچ عنوان یک شخص با هر نامی نتونه به تنهایی براش تصمیم بگیره، بلکه نمایندگان واقعی مردم تمام تصمیمات رو با حد اکثر رأی به اتفاق آرا در مجلس برای مردم میگیرند. و حسابشو بکنید وقتی شما دیگه ترس نداشته باشید پای صندوق‌های رأی برید برای انتخاب نوع نظامتون، برای انتخاب نوع نمایندتون، قانون اساسی رو که می‌نویسن در تمام روزنامه‌ها به چاپ برسونن، در اینترنت بگذارن، وقت به مردم بدن، قوانین رو بخونن، مورد مطالعه قرار بدن، بحث و فصل به وجود بیاد، نه جر و بحث، بلکه کدام یک از این قوانین میتونه راهگشای امروز و فردای کشور باشه، مردم مطالعه بکنن و همه اینها در یک فضای آزاد ببینید ما به کجا میرسیم. خب برای رسیدن به چنین روزگاری من باید براتون شرایط رو توضیح بدم که ما اول کجا قرار گرفتیم تا میخوایم به کجا برسیم. پس نتیجه‌ای که از این قسمت از صحبتام خواستم به شما انتقال بدم این بود که شرایطی در بحرانی ترین برای شما به وجود خواهد آمد که مجبور به اتخاذ تصمیمی هستید که این بسیار دشواره، بسیار دشواره، ولی با شنیدن چنین صحبت‌هایی آسان خواهد بود. به قول معروف وقتی که معما حل میشه آسان میگرده. آسانش همین جایی هست و همین راحتی که دارم خدمتتون عرض میکنم، چون حکومت اسلامی در طول تمام این سالها اومده از باورهای مذهبی مردم استفاده کرده، بر گرده مردم سوار شده، با دو اسلحه به مردم حمله کرده. یک، تسلیحات نظامی که متعلق به ملت ایران هست ولی رو به خودش استفاده میشه، گلوله و فشنگ از پول ملت ایران تهیه میشه و قلب فرزندان ایرانی اصابت میکنه، و از قسمت دیگه از مذهب مردم استفاده میکنن، از خرافه‌گری استفاده میکنن و اون رو مجددا اسلحه دیگری ازش میسازند و
با قدرت رسانه‌ای و همچنین آموزشی که در سطح کشور هست، با پولهای کلان که به این آخوندها و بچه آخوندها میدن، خرافه‌گری به راه میندازن تا مردم رو بترسونن مجددن، در یک بخش از اسلحه، در بخش دیگه از مذهب، که آقا این کاری که شما دارید میکنید خلاف اسلام هست و شما در نهایت علمیشین و بل. در صورتی که شما این رو بدونید، هر کار مثبتی که برای جامعه انجام میدید، هر کار مثبتی که برای فرزندان کشور انجام میدید، نه فقط در اسلام بلکه در هر مذهب دیگری با هر نگرش دیگری میتونه درست باشه. یعنی اگر ما بر این باور باشیم که مذاهب آمدن برای اینکه زندگی بهتری برای مردم داشته باشن، خب مردم با فرهنگشون میتونن بهترین زندگی رو برای خودشون بسازن، حال شما مذهبی باشید یا نباشید، شما کار انسانی انجام بده، کاری به مذهب افراد نداشته باشید. یکی دیگر از تفاوت‌هایی که درون جامعه ما وجود داشته و داره که من باید این رو براتون توضیح بدم، در کشورهای خارجی یعنی اروپایی و آمریکایی، که حالا بیشتر کشورها مثل فرض بگیرید آمریکا که دارای آنچنان تاریخ طولانی نیستند، اینها پایه‌گذاری کشورشون رو بر پایه قوانین اساسیشون گذاشتن. یعنی افرادی شاید کمتر از 20 حقوقدان در کنار هم جمع شدند و بعد از جنگ‌هایی که در آمریکا انجام شد، اومدن و قوانینی نوشتن که کماکان این مردم در این کشور دارن ازش استفاده می‌کنن و دارید می‌بینید که آمریکا به کجا کشته شده. از هیچی پایه‌گذاری کردند، از صفر، با جنگ ها، با خون ریزی ها، با کشت و کشتار ها، ولی خب امروز نگاه میکنید که یکی از قدرتمندترین دموکراسی ها رو در جهان داره. هنوز کامل نیست، هنوز بسیاری از مشکلات وجود داره. اما منظورم چیه؟ ما وقتی که یک نگاه به قول معروف از بالا میاندازیم به فرض بگیرید کشور خودمون و همین آمریکا، این دوتا کشور رو در نظر بگیریم، در آمریکا مردمش دارای چنان فرهنگی که ما داریم نیستن. بسیاری از معقولات وقتی شما بخواید بیان برای این غربیا توضیح بدید اصلا نمیگیرن. مثلا من یه قسمت رو اشاره بکنم در رابطه با معرفت، معرفت هایی که ما درون کشور داشتیم و کماکان داریم، فرهنگ ما بر پایه معرفت بوده، معرفت های حرکت هایی که یک جامعه از خودش انجام میده و نشون میده، ما چنین فرهنگی رو در آمریکا نداریم. یا مثلا میتونم به صورت مشخص بگم بعضی از مسائل در حتی کشورهای اروپایی نیست. مثلا شما اگه از آمریکا که زندگی میکنید یا کانادا، خب کشورهایی هستن که استرس مردم یه مقدار بالاست، به کشورهای این فرض بگی اسکاندیناوی میرین، شما در اسکاندیناوی هم فرض بگی مثلا سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند، وقتی راجع به استرس صحبت میکنیم، این کشورها مردمانش نمیدونن استرس یعنی چی، اون شکلی رو که مردمی که زندگی میکنن در آمریکا دارند یا در کانادا، به خاطر اینکه اینجا گرفتاری های شغلی و اجتماعی فراوان هست و مردم در رقابت هایی که در زندگی قرار می گیرند، بعضی اوقات هم چشمم چشمی، حالا کاری ندارم، اون دیگه اتخاذ پیدا میکنه به نوع تفکر و فکر مردم. در اسکاندیناوی هم چیز پیدا نمیشه. وقتی شما ببینید از استرس صحبت بکنید، مردمش استرس ندارن، متوجه نمیشن شما دچار چه گرفتاری هایی هستید. به صورت مشخص میتونم بگم کسانی که از اون منطقه وارد آمریکا شدند، اینها بعد از یک مدت بلافاصله برمیگردن به کشور خودشون و نمیتونن تحمل بکنن، میگن اینجا استرس ما تازه فهمیدیم چی هست و نمیتونیم اینو تحمل بکنیم و برمیگردیم تو کشور خودمون. منظورم چی بود از بیان این مطلب؟ این که در کشور ما مردم ایران قوانین حقوق انسانی ندارن و اصلا همچین چیزی در قانون اساسیشون نیست. قوانین اسلامیه، یک طرفه و گردن میزنه هر سوش رو که نگاه بکنید و تا به امروز 39 سال جنایت آفرینه. مردم با فرهنگ ایرانی هستند که دارن هم به خودشون کمک میکنن، هم به فرزندانشون، هم به کشور. شما در همین زلزله کرمانشاه دیدید وضعیت چگونه شد. مردم از با تکیه به فرهنگ و تمدنشون به همدیگه یاری رسوندن و بر پایه همون شناخت معرفت، معرفت به دو قسمتش، هم به معنی دانش، هم به معنی اون چیزی که من شمیرانی در گود زورخونه و شماها در ایران یاد گرفتید و آموختید، سینه به سینه به ما داده شده،
و بعد از اون نگاه به حکومت میکنیم، میندازیم، میبینیم اینها به هیچ عنوان ایرانی نیستند و اصلا اعتقادات ایرانیان رو قبول ندارند، فرهنگ ایرانی رو نمیپذیرند. همونطور که خدمتتون عرض کردم، در فرهنگ ما یک مذهب در رأس قرار نمیگیره که بخواد شاخشونه برای بقیه بکشه و بگه من رسمیت دارم، رسمی هستم و شما غیر رسمی. به خاطر اینکه فرض بگیرید اکثریت ما در یک سالی اومدن رأی دادن، با چه ترفندی، با چه تقلبی که ما چنین حکومتی داشته باشیم. خیر، در فرهنگ ایرانی از اونجایی که ما دارای تیره‌های متفاوت هستیم، نگرش‌های متفاوت هستیم، پس بنابراین مذاهب متفاوتی داریم و هیچ کدام از این مذاهب برتری نسبت به دیگری نداره، حتی اگر عده‌ای بیشتر نسبت به کمترین باشن. و در فرهنگ ایرانی وقتی ادغام میشه با دموکراسی فرض بگیرید اروپایی و غربی، اون موقع است که ایرانیان شکوفا میشه زندگیشون. یعنی ما فرهنگ ایرانی رو در کنار حقوق بشری که امروز نه فقط میبایست در ایران رعایت بشه بلکه در سایر کشورهای جهان با هم ادغام بکنیم در یک قانون اساسی. براتون توضیح میدم که زندگی دختران ایرانی به چه شکل در خواهد اومد، زندگی زنان ایرانی به چه شکل در خواهد. 50% از جامعه ایرانی که اینا تو سرشون زدن و بهشون گفتن ضعیفه، برمیگرده به ایران و برای ایران کار میکنه با داشتن تمام دانش و آگاهی که وجود داشته و داره. و این قدرت اجتماعی و فرهنگی و تمدن ایران شهری است که دارم خدمتتون عرض میکنم. در آمریکا مردمش دارای چنان فرهنگی نیستند، اما اینجا مقررات و ضوابط و قانون اساسیشون هست که مردم رو نگاهبانی میکنه، نه فرهنگ. مثلا اگر در آمریکا قوانین حکومت اسلامی اینجا جاری و ساری بود، آمریکا در کمتر از یک ماه نابود شده بود به طور کلی. چرا؟ مردمش اون فرهنگ و تمدن رو ندارن که بتونن خودشون رو در بسیاری از مسائل حفظ بکنن. اینجا توسط قوانین هستش که مردم زندگی شهری خودشون رو ادامه میدن و یک سری حقوق فردی و انسانی. اما من دارم در رابطه با فرهنگ چند هزار سالمون صحبت میکنم که تونسته ما رو نجات بده از بسیاری از بلاهایی که بر سر ما اومده و ما رو غافل کردن از آن چیزی که کوروش بزرگ پایه‌گذارش بود، یعنی حقوق مدنی، حقوق انسانی، حقوق شهروندی، برابری انسانها و پایه‌گذاری تمدنی که از پدران و مادران ما برای ما بر ارث باقی مانده است. این قسمتی بود از توضیحاتی که میتونه جامعه ایرانی رو در بزنگاه‌هایی که براش به وجود میارن حفظ بکنه. و ازتون درخواست میکنم برای هر شهروند ایرانی صحبت‌ها رو ارسال بکنید در جای جای کشور و من سعی میکنم تا اونجا که شده ساده صحبت بکنم که همگان متوجه بشن که من منظورم چیست. تنها دوای درد ما برای زندگی بهتر، برای آزادی و رفاه یک جامعه، قوانینی است که دارم خدمتتون عرض میکنم، قانون اساسی بر پایه حقوق انسانی و تمدن ایران شهری که میتونه بهترین زندگی رو برای جامعه ایرانی فراهم آوره. خب حالا ما کجا قرار گرفتیم؟ ما میخوایم به این خواسته ها دست پیدا بکنیم. وقتی یک نگاهی میکنی به وضعیت مردم درون کشور، وقتی نگاه میکنی به وضعیت حکومت، وقتی نگاه میکنی به وضعیت خاورمیانه، وقتی نگاه میکنی به زد و بندهای کشورهای آمریکایی، اروپایی برای حفظ منافع خودشون از یک سو، چین و روسیه در قسمت دیگر، منو به این نتیجه میرسونی که میباید مسائلی رو براتون توضیح بدم که در آینده شاید چه روزگاری خواهید بود. حکومت اسلامی در همین 24 ساعت اخیر اومد با تبلیغات اسلامی که انجام میده در روزنامه‌ها و جراید و رسانه‌های خودش، پیروزی رو که انجام شد با نام خودش برابر داعش خاتمه داد. یعنی این پیروزی رو به اسم خودش تموم کرد. اجازه بدید که من اینجا خدمتتون عرض بکنم که در واقع دارن با این شکل قبر عمیق‌تری رو برای خودشون می‌کنن و تا به امروز کندن. در واقع اگر عزیزان به صحبت‌های من توجه کرده بودن تا به امروز، براتون توضیح دادم که اصلا داعش چگونه به وجود اومد، پیدایش شبکه یا
گروهی با نام داعش چگونه شکل گیری شد و بعد هدف از آوردن داعش درون این منطقه چه بود. خب فقط کوتاه مختصر میگم که داعش آفریده شد چون این افراد وجود داشته و دارند، این تفکرات، این عقاید وجود داره، بسته داره که شما بهش دو تا چیز بدی، پول و نیروی نظامی و اسلحه. این دو تا چیز رو به اعتقادات افراد بدید میشن خمینی، میشن حکومت اسلامی، میشه خلیفه‌گری شیعی در ایران، پول و نیروی نظامی و اسلحه. این چیزی بودش که به افرادی درون این منطقه دادن که بتونه برابر پیشرفت خلیفه‌گری شیعی اسلامی بیسته، که شما به صورت مشخص دارید این رو میبینید. یعنی این شعارهایی رو که میدن، میگن اگر سپاه قدس وارد سوریه نشد و داعش به ایران حمله میکرد، ما دارهای داعش شیعی هستیم درون کشور دیگه، به کجا حمله بکنه، به چی حمله بکنه؟ اینا حمله کردن در سال 1979 در یک توطئه جهانی، اینها به کشور ما حمله کردن. دارید میبینید وضعیت رو، زمانی که بهترین فرزندان ایرانی در فقر و گرسنگی قرار گرفتن، زمانی که حکومت میاد و نمایش مسخره‌ای رو برگزار میکنه در کرمانشاه و علی خامنه‌ای میاد به همراهانش، آخوندها و بچه آخوندها دورش رو میگیرن و یک نمایشی به راه میندازه که خب ما به اینجا هم سر زدیم، حالا صبور باشید بالاخره درست میشه، کامیون صدها کامیون به سمت سوریه لوازم متفاوت میفرسته برای حفظ منافع حکومت اسلامی که متعلق به ایران نیست. اینا اشغالگرن، اینا جنایتکارن، اینا تبهکارن، اینا کلاهبردارن، اینا دزدن به صورت مشخص. وقتی که پول ملت ایران داره خورده میشه در جای جای کشور، حقوق کارگران داده نمیشه، ضرب و شتم میشن و بعد میگن آقا برید گریه بکنید به نفع شماست، دیگه منتظر چه چیز دیگری میتوان بود؟ به هر روی این داعش بر این پایه حرکت کرد که بتونه برابر سیاست‌های حکومت اسلامی از یک سو و چین و روسیه و به خصوص روسیه و پوتین که داشت حصار می‌کشید و حوزه جغرافیایی خودشو در کشورهای جهان بیشتر می‌کرد بیسته. این فقط نه از طرف عربستان سعودی و قطر آغاز شد که اینها حتی برای شراکتشون در این مسئله مخالفت‌های رو هم با هم داشته و دارند، بلکه کشورهای غربی هم در این، یعنی سیاست خارجیشون این گونه بود که میباید ادامه پیدا بکنه، چون همه وره سودا استفاده داشت برای غربی‌ها و به خصوص کشوری مثل آمریکا، از اون طرف برای روسیه به خاطر اینکه تسهیلات نظامیشون رو به فروش می‌رسوندن. صدها میلیارد دلار به جیب کشور روسیه ریخته شد و چین و همچنین کشور آمریکا برای ادامه همین روند. شما وقتی که در روزهای گذشته، یعنی میتونم بگم سال گذشته، با سران دولت آمریکا صحبت میکردید، میگفتن بیش از 10 سال دیگه طول میکشه تا با داعش بجنگیم و این منطقه رو پاکسازی بکنیم. دقیقاً داستانی که دارم صحبت میکنم، صحبت بر سر زمین و هوا نیست، صحبت بر سر دقیقاً یک سال و اندی پیشه، 15-16 ماه پیش، وقتی با دولت دموکرات آمریکا صحبت میکردیم، در رسانه‌هاشون اعلام می‌کردن که داعش بسیار قویه و بیش از 10 سال، یک دهه دیگه ما باید در این منطقه بجنگیم تا اینا رو از سوریه تازه بیرون کنیم. حسابشو بکنید، یعنی ترفنها به چه شکل بود. چرا؟ به دلیل اینکه فروش اسلحه به وجود بیاد، حضور داشته باشه، اینها به هم بزنن و این داستان همینجوری ادامه پیدا بکنه. از یک طرف اسلحه ها رو بفروشن و بعد از خرابی‌ها خود همین کشورهای عربی و یا کشور ما هست که باید خسارات وارده رو بپردازه، و این چیزی که شما دارید میبینید. حال پس ما مشخصا متوجه شدیم که این داعش چگونه به وجود اومد. بعد از به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا، سیاست خارجی اینها با سرمایه‌دارانی که داشتن تغییر پیدا کرد. یعنی اینها به این نتیجه رسیدن که نه، حکومت اسلامی باید به صورت مشخص عقب نشینی بکنه و ما این کارها رو انجام خواهیم داد و از موضع قدرت صحبت میکنیم. پس بنابراین ترامپ مسافرت کرد به عربستان سعودی، با پادشاه اونها صحبت کرد که خودش یکی از منتقدین عربستان سعودی بود و همیشه میگفت اینا کشوری هستن که
بسیار از حقوق شهروندی رو رعایت نمی کنن و بعد پولهای آنچنانی دارن و ما می بایست برخورد جدی با عربستان داشته باشیم. در تمام به قول معروف دیبیت هاش هم این مسئله رو عنوان کرد. بعد از دیدارش با پادشاه عربستان به یک نتیجه رسیدن که برای این که ما بتونیم در ادامه این روند و عربستان و کشورهای همجوار و متحد عربی در منطقه یاری برسونیم و اونها رو به خواسته هاشون برسونیم، چند تا چیز لازمه کاره. یک، تغییرات اساسی در اون عربستان، یعنی آمریکا زمانی میتونه در کنار عربستان بایسته که خود عربستان دست به یک سری تغییرات حقوق بشری بزنه که شما در درجه اول دیدید، تغییراتی رو که حتی حکومت اسلامی آخوند شیعی درش مونده. چرا؟ به دلیل اینکه اینها اسلام رو از عربستان آوردن اونجا و توسط باورهای اسلامی دارن تو سر این ملت میزنن. وقتی که خود این کشورهای اسلامی دست به چنین تغییراتی میزنن، دیگه ببینید کسانی که به قول معروف خود دارن تقلید میکنن، مقلد اسلام هستن. اسلام که از ایران نیومده، اسلام از عربستان سعودی اومده. پایگزاریش اینها، همیشه هم خدمتتون عرض کردم، اکثریت قریب اتفاق مردم جهان اعتقادات سنی دارن و اقلیت بسیار ناچیزی در برابر اعتقادات اسلامی است که شیعی است. در همین چند کشوری که اینا از توسط شیعه‌گری اسلامی درون کشور دارن تغذیه میشن و میخوان برابر چنین نیروی یا اعتقاداتی که خودشون آورنده اسلام نه فقط در عربستان بلکه در سایر کشورها بودن بایستند. پس عربستان میبایست دست به چنین تغییراتی میزد که شما این تغییرات رو متوجه شدید و دیدید. یه حالت شوک بزرگی بود برای بسیاری از کشورها، برای به وجود آوردن چنین تغییراتی. اون شخص اول نمیتونه این کارو بکنه، پس باید ولیعهدی اتخاذ میکرد، شخص جدیدی باید میومد روی کار تا بتونه این کارا رو انجام بده. پس بنابراین این کارها انجام شد که برای اولین بار در تاریخ عربستان ام کلثوم در تلویزیون های عربستان به نمایش گذاشته شد. یک زن حتی بدون حجاب بیاد بایسته و بخونه. این یکی از کارهایی بود که، یعنی میتونم بگم چرخش هایی بودش که و نرمش هایی بودش که پادشاه عربستان به همراه دولت اون انجام دادن، که شما دیدید بسیارانی رو هم دستگیر کردن برای اینکه خودشون رو آماده بسازن برای تغییرات آینده که در راه است. حال به چه نامهایی من بهش کاری ندارم، اما من دارم برای شما توضیح سیاسی و تاریخی این داستان رو میدم. اولین طرحی که میبایست مطرح میشد که ترامپ هم همیشه در صحبتاش گفت که ما داعش رو شکست خواهیم داد، ولی به شما نمیگم چگونه. ازش پرسش های فراوانی پرسیدن و مطرح شد که آقا چگونه میخوای داعش رو سرنگون بکنی؟ میخوای نیروی نظامی آمریکایی بفرستی؟ پیاده نظام بفرستی؟ چیکار؟ گفت من هیچ موقع مثل دولت های قبلی نیستم و به صورت مشخص داشت اعلام میکرد بدون اینکه بخواد این واژه رو ببره. من به قول معروف بیزینسمنم، سیاستمدارای پوپولیستی و یا وعده وعید دهنده نیستم. کارم رو انجام میدم، زمانش که متوجه شدید در خبرها میبینید. خب اولین قدم برای پیشبرد مسائل در خاورمیانه به وجود آوردن شرایطی برای عربستان، شرایط حقوق بشری متعادل و معتدل که مردمش رو هم راضی بکنه، برای اینکه این مردم امکان داره وارد یک جنگ تمام عیار بشن. مردمی که از نظامشون ناراضی باشن که نمیتونن وارد جنگ بشن، باید یک رضایت‌هایی از پادشاه، از مملکت، از سیستم داشته باشن. این قسمت اول بود که انجام شد و کماکان داره انجام میشه. در قسمت بعدی وظیفه آمریکایی ها چی بود؟ چون یک قسمت هست به عهده عربستان سعودی و کشورهای متحد عربی در اتحادیه عرب، قسمت دیگه اختصاص داره به کشور آمریکا که وظایفی هستش که ترامپ و کشورهای اروپایی متحد باید انجام بدن. این دو سو داره. در قسمت دیگری که شما شاهدش بودید، داعش یکی پس از دیگری شکست خورد، که من در روزهای گذشته بارها خدمتتون عرض کردم داعش شکست خواهد خورد و ما شاهد چنین روزهایی خواهیم بود و شرایط به مرحله و فاز دوم میره. منظورم چیه؟ اول به وجود آوردن شرایط مساعد در عربستان سعودی، عرب ها با هم در کنار هم جمع بشن، یک توافقنامه مشترک به امضا برسونن، رضایت مردم خودشون رو هم داشته باشن. در قسمت دیگه آمریکا
توسط نیروی نظامی و قدرتش به همراه و مشترکینش داعش رو از بین ببره و اونجاست که تازه کار آغاز میشه. من این نکته بسیار مهم هست از صحبتام که دارم خدمتتون عرض میکنم و شما شاهد این روزگار خواهید بود. ما تازه قدم اول رو داریم مشاهده میکنیم برای درگیری در منطقه با حکومت اسلامی، که این دو سو داره، دو شکل داره. حکومت اسلامی بی خود نیست که این مقدار به پوتین میچسبه و دست به دامن روسیه شده و روسیه به صورت مشخص پوتین اومده این وسط و داره مسائل رو به گونه‌ای که هست نشون میده و سعی میکنه تا منافع اول کشور روسیه در پیوند با حفظ سوریه و ایران و در کنارش ترکیه رو به همراه داشته باشه. اصلا میگو هستش که برای کشورهای متحد شاید عجیب باشه که آقا چگونه است این روسیه به این شکل داره خودشو نشون میده و به عنوان یک ریش سفید اومده وسط و میگه خب یه مقدار همه کوتاه بیاین، حالا سوریه امکان داره به مشخصا یک رفراندوم برگزار بشه و شاید حتی مردم قبول بکنن و بخوان که اسد کنار بکشه، که این در تضاد هست با اعتقادات اسلامی آخوندها درون منطقه. خب اینجاست که شما شاهد حرکت آمریکا به صورت مشخص و کشورهای متحده عربی به همراه اسرائیل خواهید بود، یعنی شرط گذاشتن. حکومت اسلامی دو راه بیشتر در این میان نداره، یا پذیرش عقبگرد به صورت مشخص، امروز که داره خوشحالی میکنه خودش هم میدونه داره کلاهبرداری میکنه، چون میدونه که به هیچ عنوان بدون حضور آمریکا و تصمیم گیریش در اون منطقه داعش نمیرفت کنار و خواست عربستان سعودی، ولی اینها دارن اون نمایش مسخره رو درون کشور به وجود میارن که به مردم بگن بله ما انجام دادیم، در صورتی که به هیچ عنوان اصلا جنگ حکومت اسلامی تا به امروز یک روزش هم با داعش نبوده، بلکه جنگ حکومت اسلامی دقیقا با نیروهای مخالف نظام بشار اسد درون منطقه بوده. یک گلوله تا به امروز یک ثانیه با حکومت فرض بگیرید با داعش اینا در جنگ نبودن. داعش از یک سو میمد جلو، شیعگران از یک سوی دیگه، و به هم دیگه کاری نداشتن و فقط برای حفظ منافع خودشون سعی میکردن مناطقی رو که در دست داشتن رو فقط حفظ بکنن. بگذاریم، حکومت اسلامی دو راه بیشتر نداره. یک، پذیرش عقبگرد به صورت مشخص، یعنی نه به طور کلی ولی به صورت میتونم بگم فرسایشی، از بین رفتن حزب الله لبنان، سپاه قدس، جهاد اسلامی و گروه های تندرو شیعه که به صورت نیروی نظامی منطقه در خاورمیانه گرد آمدند. از لبنان بگیرید، از عراق بگیرید، از افغانستان بگیرید، در سوریه بگیرید تا به این بر. تمام این نیروها میبایست یا منتظر خدمت بشن به قول معروف و یا برگردن به کشورهاشون و یا کسانی که اعتقاد داشتن برگردن به ایران. حالا حسابشو بکنید، این جماعت مفخوری که با پول ملت ایران، با پول نفت و گاز ایران تونستن زندگی های آنچنانی برای خودشون به وجود بیارن در این منطقه، چه اتفاقی میفته که همه این افراد برگردن به ایران؟ چون بالاخره بعد از این که ما روزهای آینده رو میبینیم، سوریه باید این 11 میلیون نفری رو که از سوریه خارج شدن میباید برگردن به کشورشون. اروپا پذیرای 11 میلیون نفر نخواهد بود برای همیشه، چون بسیار برایش سخت هم هست تا اینا بخوان قوانین رو یاد بگیرن، مسائل، مشکلات، وضعیت اقتصادی و از لحاظ فکری تقریبا نابود شدن اینا. اکثریت غریب اتفاق این مردم بیماری های روانی پیدا کردن وقتی خانواده هاشون یکی پس از دیگری در اون منطقه جلوی چشمشون سر بریده شد، پاره پاره شد و اینها مجبور به فرار شدن و تا به امروز رنگ فامیل خودشون رو هم ندیدن، نزدیکان خودشون. اینها علاوه بر روانی آسیب دیدن و بر هر کشوری که پای بگذارن نمیتونن مثمر ثمر برای اون کشور واقع بشن. کم کم برای دو دهه، یعنی یک کشور باید 20 سال هزینه بکنه برای یک شخص شاید خوب بشه، شاید بتونه شهروند عادی در اون مملکت بشه، که اینم امکان پذیر نیست. اینها میبایست برگردن به سوریه، ولی سوریه چه شرایطی داره که میبایست درست بشه؟ حال این دو راه برای حکومت اسلامی، یا عقب نشینی به صورت مشخص
در پیوند با همین جشنی که دارن میگیرن، حالا چجوری میخوان اینو جا بندازن؟ نرمش قهرمانانه حکومت اسلامی و ولی فقیه چگونه خواهد بود که بیاد مجدداً جام زهر دیگری رو سر بکشه که دیگه بهانه‌ای نداره برای حضورش در منطقه و بگه آقا بله ما از ما خواستن، ما رو دعوت کردن برای اینکه پول بدیم، جون بدیم، نیرو بفرستیم، حالا دیگه به ما احتیاج نداره، ما گفتیم دیگه خب ما هم که طالب جنگ نیستیم، ما به کشورمون باز میگردیم. میخواد این صحنه رو اینجوری، یعنی با ترس از سرنگونی و وحشتش صدور انقلاب بخش 11 قانون اساسی رو به صورت مشخص با سرکشیدن قلب قلب غلط کردن به کشور بازگردون. و بعد اون بحرانی که در اون کشور ما خواهد بود چه خواهد شد؟ از یک سو، از طرف دیگه از اونجایی که اینها اشغالگر بوده و هستن، از اونجایی که اینها ایرانی نیستن، به زبان فارسی صحبت میکنن و دستشون در گاز و نفت و سرمایه های مالی و جانی ما بوده تا به امروز، اینها میان که بپردازن به تامین وضعیت اقتصادی سوریه و کشورهایی که در این میان آسیب دیدن. یعنی باز مجدداً مردم ایران فکر نکنن که اگر اینها عقب نشینی کردن به نفع ملت ایران. خیر، ما صحبت همیشه خدمتتون عرض کردم بر سر مالکیت ایران و انحصار ورثه ایران هست، چیزی که از دست مردم ایران خارج شده، قیمی رو اونجا گذاشتن با نام ولایت فقیه که این باید تصمیم بگیره که شماها چگونه زندگی بکنید، چه مقدار بخورید، چه مقدار نخورید، تا چه مقدار نفس بکشید، چگونه زندگی بکنید، چگونه حرف بزنید، چگونه راه برید، چگونه بخوابید، در زندگی شخصی تک تکتون هم وارد شدن. این داستانه و این میبایست به طور کلی با قدرت اجتماعی، دانایی مردم و تواناییشون در یک محور اصلی، تجمع مردم کف خیابون‌ها به سرنگونی بپیونده و مردم این سرنگونی رو میبایست با دست خودشون به وجود بیارن، اونم با داناییشون. این قسمت اول بود که خدمتتون عرض کردم راهیست که حکومت اسلامی داره. قسمت دوم برای اون قسمت اول که براتون توضیح دادم، برای شاید جلوگیری بکنن از میلیارد صدها میلیارد دلار خسارتی که به ایران و سایر کشورها وارد خواهد اومد اگر این قسمت رو نتونن تجزیه تحلیل بکنن و بعد در نهایت سرنگون خواهند شد، چون نمیتونن برابر کشورهای عربی و همچنین در کنارشون اسرائیل با حمایت آمریکا تاب و توان داشته باشند. همونطور که دیدید که داعش رو در کوتاه‌ترین زمان نابود کردن و سرنگون، این اتفاق هم برای کسانی که با اسلحه حکومت اسلامی ولی با پول ملت ایران در این مناطق هستن هم به وجود خواهد اومد. در قسمت دوم، شکل دوم این استش که حکومت اسلامی بیاد شاخشونه بکشه، یعنی به صورت مشخص در لبنان توسط حزب الله لبنان سعد حریری رو کنار بگذارند، همون اتفاقاتی که داره میفته، چون نیروهای مسلح حزب الله لبنان با نیروهای مسلح لبنان و ارتش لبنان تقریبا برابری میکنه به خاطر بودجه‌ای که حکومت اسلامی از پول ملت ایران داره اونجا هزینه میکنه، و اگر این هزینه ها قطع بشه حزب الله لبنان یک شبه سقوط خواهد کرد، چون اینها اینگونه نیستش که فقط ایمان داشته باشن بخوام بجنگن. خیر، اینها پولهای آنچنانی میگیرن تا ایمان اسلامیشون هم در کنارش بگذارن، یعنی به قول معروف اینگونه میگن بیمایه فطیره. دقیقا آخوند و بچه آخوند هم همین گونه است، ولی مردم به گونه دیگه ای تا به امروز براشون نسخه پیچیده شده. سعد حریری میره که بتونه در کنار کشورهای متحد اسلامی قرار بگیره و نمیخواد لبنان وارد درگیری های اصلی بشه، ولی اگر حکومت اسلامی با زد و بند های کره شمالی، با محافظتی که از طرف روسیه میشه و طرحی که روسیه میتونه بهش بده، به قول معروف دو دو تا چهار تا بکنه، میتونه این جنگ رو در اون منطقه ایستادگی بکنه و آغاز بکنه. یعنی این صحنه ای رو که دارم خدمتتون عرض میکنم دقیقا همون چیزی بودش که من در طول تمام این به خصوص دو سال اخیر که دارم باهاتون صحبت میکنم
و به صورت مشخص جنبش فدایان ایران رو آغاز کردم و پایگذاری دارم براتون توضیح میدم که این شکل از داستان یکی از وحشتناکترین قسمت هایی که میتونم بهتون بگم، حتی به مراتب سختتر و ویرانگرتر از جنگ ایران عراق خواهد بود، به دلیل اینکه تمام کشورهای عربی که ثروت آنچنانی هم دارن برای حفظ منافع خودشون و ماندگاری خودشون و ملتشون حاضرن دست به هر چیزی بزنن که شما دارید میبینید. صدها میلیارد دلار در همین یک سالی که گذشته اینها هزینه کردن این کشورها برای خرید آخرین تجهیزات و نیروهای نظامی، و مطمئن باشید اگر خودشون هم ارتش نداشته باشن سربازانی رو خریداری میکنن برای پرواز هواپیماهاشون، پولهای آنچنانی هم میپردازن. خب لبنان نمیخواد وارد چنین درگیری بشه، تمام سعی و کوشششون این هست، چون اگه نگاهی به مردم لبنان بکنی، همینایی که میگن اینقدر حزب الله لبنان، زن و مرداشون همه در بارها و غیره و غیره آزاد هستن. این مسائل رو مردم ایران یا نمیدونن یا بهشون نشون نمیدن. این مقدار که اینها سینه سپر میکنن برای فلسطین و لبنان، زنان لبنانی و فلسطینی حجاب ندارند، اصلا تفکرات این چنین ندارند، دارن زندگیشون رو میکنن. این مردم هستن که باید در اون کشور به خاطر ثروتشون هزینه زندگی بهترین افراد رو در حزب الله لبنان، جهاد اسلامی و نیروهای سپاه قدس بدن برای به وجود آوردن و ادامه همین روند در اون منطقه. خب در اون روزی که حکومت اسلامی عقب نشینی نکنه، چون ساعت درگیری یا تصمیم برای درگیری از زمانی که داعش شکست داده شد توسط نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا آغاز به کار کرده، این ساعت داره همین گونه تیک تیک میکنه تا زمانی که به صورت مشخص در ماهای آینده بعد از اینکه ترامپ در عبور میکنه از یک سالش و سخنرانی رو که خدمتتون عرض کردم در دو ماه آینده انجام خواهد داد، وضعیت رو توضیح میده که سیاست خارجی در منطقه و آمریکا چگونه هست و شما متوجه میشید من چی میگم. مردم ایران میتونن تمام این شرایط رو کماکان تغییر بدن. چیزی که من دو سال دارم خدمتتون عرض میکنم، یک سال و اندی سازماندهی کردم که قبل از اینکه حکومت اسلامی به انتصابات خودش برسه، مردم بیان تو خیابون و برابر چنین روندی رو بیستن و بگیرن و نگذارن که اصلا ما به اونجا رسته بشیم، نگذارن که ما حتی به نشست میان قراردادهای صدها میلیارد دلاری عربستان و آمریکا برسیم. اگر ملتی، اگر مردمی حرف شمیرانی رو گوش میکرد و میومد در صحنه، اصلا تمام این روزهایی که دارید میبینید تغییر پیدا کرده بود تا به امروز، تا به این ثانیه که من دارم خدمتتون عرض میکنم. یعنی نشست کشورهای عربی انجام نمیشد، نشست کشور اسرائیل و کشورهای عربی و اتحاد اینها به این شکل در تقابل با جان و ملت ایران و تمامیت ارضی ایران انجام نمیشد، چرا که اونها هم به فکر منافع خودشونن، ولی ملت ایران هست که داره با نامش ثروتش از بین میره و هویتش نابود شده است و فرهنگش رو دارن نابود میکنن و مردم رو به وضعیت نابسامان کشیدن، چه از لحاظ هویتی درون کشور و چه از لحاظ میتونم بگم اعتبار خارجی و بین المللی. اینجا داره با نام ملت ایران همه این تصمیمات گرفته میشه، با نام ملت ایران صدها کامیون داره به سوریه فرستاده میشه، با نام ملت ایران داره صدها میلیارد به پوتین داده میشه، با نام ملت ایران و اعتقادات شیعی داره سپاه قدس و حزب الله لبنان و جهاد اسلامی در منطقه جنایت میآفرینه، با نام ملت ایران تا به امروز نزدیک به 500 هزار نفر از مردم سوریه کشته شدند و با نام ملت ایران 11 میلیون از این مردم به کشورهای اروپایی پناهنده. این چیزی است که شما مردم باید بدونید که با نام شما اینها چه کردند، و اجازه ندید بیش از این که این حکومت غارتگر، جنایتکار و تبهکار و خوناشام بیش از این با نام شما و سرمایه های شما و تاریخ و هویت و جغرافیای ما بیشتر از این بازی بکنه.
و فرزندانتون که در آینده اگر سکوت بکنید خواهید دید که من چه گفتم. تمام اینها رو گفتم که شما مردم سربلند باشید و کشور رو به دست خودتون بگیرید. همیشه خدمتتون عرض کردم من به هیچ عنوان دخل و تصرفی در انتخاب نوع حکومت آینده شما نداشته و ندارم و تمام این سعی و کوشش رو دارم انجام میدم که ملتی با آگاهی و دانش و تجربه و مروری به روی تاریخ خودش و دو تا چهار تا کردن در رابطه با اینکه چی داره و چی نداره، چگونه میتونه اینها رو به دست بیاره، تصمیم بگیره برای خودش در آینده در یک رفراندوم برای انتخاب نوع نظام و بعد از اون انتخاب مجلس مؤسسان توسط نمایندگان مردم با دستی باز، نوشتن قانون اساسی، تشکیل مجلس شورای ملی و سنا و بعد هدایت کشور به سمت جلو. حال در اینجاست که نکته اساسی که اول صحبتام خدمتتون عرض کردم خیلی اساسی است و مهم. برگردیم اگر به اول، شما اونجا متوجه میشید که در آینده این هدف شماست. در آینده هر کسی که به این هدف شما پیوست بگذارید که در کنارتون بایسته، نه که شما در کنار اونها، چون قدرت میباید قدرت اجتماعی مردم باشه، قدرت میباید خاص یک ملت باشه و هر کسی که به این مردم پیوست به قول معروف میگن فبها، آفرین. ولی هر کسی که اومد نفوذی باشه و خاص ملتی رو مجددن به بیراه ببره برابرش بایستید. هر کسی که اومد گفت فقط یک نفر هست که میتونه کشور رو در آینده هدایت بکنه و به کجا ببره و به کجا، یا یک سازمان هست یا یک گروه هست یا یک، به هیچ عنوان این ملت هست که تعیین کننده هست در آینده که کشور به کجا میبایست کشیده بشه و قانون اساسیش چگونه میبایست نوشته بشه. و من اینا رو هی تکرار میکنم که در ذهن جامعه فرو بره که کلاهبرداری های استعمارگران از یک سو و ترفندهای حکومت اسلامی درون کشور از سوی دیگه این مردم رو در بزنگاه ها از بین نبره و مردم بتونن از خودشون استقامت به خرج بدن. شاید کسانی بوده و هستند که منصرف شدن از اینکه بخوان شماها رو هدایت بکنند به خاطر ضعف خودشون و یا شکایتی که از مردم ایران در طول تمام این 39 سال نشون دادن و گفتن آقا این مردم دیگه کاری باشون نمیشه کرد، رها کنید برید دنبال زندگی شخصیتون و و و و مسائل. ولی من از روز نخست میدونستم که این مردم فرهنگشون زنده است و بر پایه همین فرهنگ این جنبش رو پایه‌گذاری کردم که این جنبش ادامه دارد تا یک جوان باقی است و مطمئن هستم که فرهنگ ایرانی و تمدن ایران شهری غالب خواهد شد اگر صدای من کوچک به شما مردم بزرگ ایران برسه. اگر از من میپرسید که میخوایم کاری بکنیم، چه کار بکنیم، این سخنان رو سر تا سر کشور پخش کنید، در دورافتاده ترین نقاط کشور بدونن شمیرانی کیه و چی میگه. شمیرانی یه روز اومده و یه روزی خواهد رفت، دیر و زود داره ولی مطمئن باشید یه روزی خواهد رفت. نمیدونم، اون دست من نیست، دست روزگار و دست زمانه. ولی آنچه را که آموختم، آنچه را که تجربه کردم که در سخت ترین شرایط زندگی به دست آوردم متعلق به تاریخ کشورم هست که میبایست بر جای بماند. به قول معروف میگن پرنده مردنیست، پرواز را در خاطر بسپار و تنها صداست که میماند. این صدا و این بینش و این فرهنگ میبایست ستون فقرات کشور ایران نه فقط در فردا بلکه در صده ها و هزاره باشه. آن چیزی که ما در گذشته شکست خوردیم و در قادسی از دست دادیم، تمدنی بزرگ و شگرف که پایه گذار حقوق انسانی برای کشورها و دولتها شد و ما بی نصیب ماندیم از آن چیزی که پدران و مادران ما برای خودشون از خودشون بر جای گذاشتن. افراد متفاوتی به ایران حمله کردند، جنگ های فراوانی برای باقی ماندن این ریشه و این جوانه تا به امروز انجام شده و همیشه خدمتتون عرض کردم این جوانه بذری بود
که در دل این جامعه کاشتم و مطمئن هستم این جوانه هر روز سر خودش رو از خاک بیرون خواهد آورد، چرا که عشق به میهن، عشق به آب و خاک، عشق به پدر و مادر، عشق به فرزند، عشق به رسمیت شناختن تیرهای متفاوت درون کشور از یاد رفتنی نبوده، نیست و نخواهد بود. یک قوم هستیم، قوم آریا، تیرهای متفاوت، با احترام به همه مردم جهان، نه از لحاظ حقوقی برتری داریم، نه از لحاظ نژادی برتری داریم، نه هیچ چیز دیگری. یک چیز برتری هست، فرهنگ ایرانی است، فرهنگی که جهان را تکون داد و جهان رو به سمتی کشید که امروز شما قدرت‌های بزرگ رو دارید می‌بینید ازش دارن استفاده می‌کنن در قانون اساسیشون و ما بی‌نصیب موندیم، چرا که سعی کردن ریشه ما رو بزنن، چرا که سعی کردن کشور رو تک حزبی و تک مذهبی و تک دولت و همه چیزا تک بشه، فقط توسط یک خانواده، یک تفکر، یک مذهب ریشه این مردم رو بزنن. نه، ما نه یک مذهب داریم، نه یک تفکر داریم، نه یک لهجه داریم، نه یک مذهب خاص داریم. ما فقط یک کشور داریم، یک جغرافیا داریم، یک پرچم داریم و یک تاریخ و یک ملت، ملتی که در تیرهای متفاوت تقسیم شده که هر لهجه‌ای، هر گویشی، هر بیانی، هر طرز تفکری، هر عشقی میبایست مورد احترام قرار بگیره و هیچ کسی برتری نسبت به شخص دیگری نداره، در هیچ کجا، در جای جای کشور هیچ کسی برتری حقوقی نسبت به شخص دیگری رو نداره. برتری فقط میتواند در تخصص انسان ها باشد و این رو هم بدونید، هر کسی که دارای آفرینشی هست در یک رشته، در یک نوع میتونه تخصص داشته باشه و تمام سعی کوشش رو اونجا انجام داده. یک جراح مغز، یک جراح قلب، یک پروفسور دانشگاه، یک متخصص نفت در زمینه کار خودش سالها تجربه به دست آورده، حالا اگر برید بهش بگی آقا شما بیا برید آشپزی بکنید یا بیایید برید کاری رو که کارگران ارزشمند شهرداری انجام میدن هر روز رو 2 ساعتش رو انجام بده، 1 ساعتش رو انجام بده، عاجزه، نمیتونه. پس همه چیز رو همگان دانند و هر کاری رو هر شخصی در سطح خودش میتونه انجام بده. هیچ کسی برتری نسبت به کس دیگه‌ای به خاطر داشتن شغلش نداشته و نداره. این چیزیست که جامعه ایرانی میباید یاد بگیره و من مطمئن هستم آموزش هایی که در آینده به ملت ایران داده میشه، فرهنگ ایرانی مجدداً جایگزین خواهد شد، چون فرهنگ احترام، فرهنگ عشق، فرهنگ دوستی، فرهنگ معرفت، نه فرهنگ تعصب های خشک مذهبی. اگر تعصبی هست میبایست روی این پایه باشه که چرا زن و بچه مردم باید تو خیابون ها گشنه بخوابند، چرا بچه های فقیر و خیابان خواب داریم، چرا این همه معتاد داریم، چرا کشوری که ثروتمنده مردمش اینقدر فقیر نگه داشته شدن. تعصبتون اینجا باشه، نه اینکه برید برای عزاداری تو سرتون بزنید از در هیئتتون میاید بیرون فقرا رو ببینید و هیچی نگید، لام تا کام. اون نه فرهنگ ایرانیه، نه غیرته، نه تعصبه، نه هیچ چیز دیگریست، بلکه اون فقط سرپوش و درپوش گذاشتن برای سوء استفاده از مردم فقیر نگه داشته شده است. روزهای بسیار 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 حساسی در آینده هست که احتیاج به دانش شماست. مطمئن هستم که از هر سو شما تحت شعاع قرار خواهید گرفت توسط رسانه ها، ولی تا زمانی که این راه هست برای من با شما صحبت میکنم، اطلاعات رو به شما میدم که در کجای تاریخ قرار گرفتید. هر سازمانی در هر کشوری سعی میکنه توسط رسانه‌هاش به زبان فارسی
با شما صحبت بکنه و توسط خبرها و نظرها یا تحلیل‌های افراد توخالی و پوشالی در به وجود آوردن شکل تلویزیونی یا رادیویی یا مقالات در جهان و بین الملل، کشورهای بین المللی بتونه مخ مردم ایران رو بزنه. اما همیشه خدمتتون عرض کردم و باز تکرار میکنم، به آنچه که گفتم اول گوش بدید، بهش فکر بکنید و ببینید معقول هست یا خیر، و اگر هدفتون این هست، همون هدفی که ما در جنبش فدایان ایران داریم، بدون اینکه بخوام دودور بکنیم، بدون اینکه بخوام بگیم ما برتریم به هیچ عنوان، اما فرهنگی رو که پایه‌گذاری کردیم، فرهنگ غالبه، فرهنگ کتاب امروز شکست نخورده، خون دادیم، جوون دادیم، ولی فرهنگ ندادیم، فرهنگمون کماکان زنده است. از همین رو هزاران هزار نفر دست به دست هم دادن و کرمانشاه رو ببینید چه کار کردن. در بدترین شرایط اقتصادی مردم این چنینه، و اگر ما ثروتمون حفظ بشه ببینید این مردم چه میکنند. این رو هم بهتون بگم، اگه من شمیرانی زنده موندم، تجربیات و دانش خودم رو انتقال میدم به ملت ایران درون کشور. به چه صورت؟ ما بزرگترین دانشگاه های کشور رو در مرزها خواهیم زد، نه در مرکز. در مرکز هم خواهد بود، همین چیزی که هست، ولی بهتر از اینها رو، صدها برابر بهتر از اون چیزی که حتی در زمان شاه داشتیم رو در مرزها خواهیم زد. بهترین بیمارستان ها رو در مرزها خواهیم زد، در شهرهای دور افتاده، که برای اینکه اینها هستند که میبایست تمامیت ارضی ایران رو حفظ بکنن و در اولویت میبایست قرار بگیرن. بهترین جاده ها، بهترین وسایل رو میبایست در خدمت مردم حاشیه نشین که اینها حاشیه گذارشون کردن قرار بگیره. در شهرهایی که مردمش با کشاورزی، با دست خالی زندگی خودشون رو می ساختن و می پرداختن، مجبور به ترک و آب و خاکشون شدن و به شهرها اومدن، دارن سیگار فروشی و دست فروشی میکنن، کار زائد و اصلا در رشتهش و تخصصشون نیست. یک کشاورز می باید کشاورزی بکنه، یک دهقان می باید دهقان باشه، یک کارگر که در رشته تخصص داره می باید کارش ارزشمند هست، نه توهین، نه اینکه بخوایم با نام عمله ازش نام ببریم، خیر. اینها دست های نادرستی بوده که در فرهنگ ایرانی غالب کردن و وارد آوردن تا بتونه مخ مردم رو بزنی، جیبشون رو خالی کنی، به خاطر اینکه تفرقه بندازن. شغل انسان ها میبایست مورد احترام قرار بگیره، نه مورد سرخوردگی. هر کدام از اینها اگر کار خودشون رو انجام ندن، ایران به این شکلی میرسه که شما دارید میبینید. دهقان و کشاورز ما سیگار فروشی میکنه و در بسیار از اوقات فقیر نگهش داشتن کنار خیابانها، دست فروشی. قهرمانان ما دست فروش شدن، متخصصین ما دلال آمدند. یعنی چی؟ و بعد قاتلان و جیبران و دزدان و چاقوکشان و کلاهبرداران در رأس قرار گرفتن و بیسوادی و خرافات مذهبی رو ترویج میکنن. این چیزیست که میبایست در فردا ایران عوض بشه و عوضش خواهیم کرد. روزی خواهد اومد که من دیگه در کنارتون نیستم. به یاد داشته باشید که چه کار باید بکنید، به یاد داشته باشید. این چیزیست که میتونه ما رو نجات بده از این معرکه، یعنی چگونه عبور کردن از حکومت اسلامی. و بعد برای چی این کارو میکنیم؟ برای چی میگیم سرنگونی حکومت اسلامی؟ چه چیزی میخوایم جایگزین بکنیم؟ دانش شماست. هر یک نفری که به این جنبش اضافه میشه و به هویت ایرانی و تمدن ایران شهری تکیه میکنه، برگشت به احترام به پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ، در واقع یک اصل هست که به دست سرباز دیگری کنارتون داده میشه. از من پرسید ما احتیاج داریم مسلح بشیم؟ اگر میخواین مسلح بشید، سایرین رو آگاه بکنید، این صدا رو سر تا سر کشور پخش بکنید و از جان مایه بگذارید. کشور در خطر بسیاری از حوادث هست و شما مردم هستید که میتونید برابرش بیستید
و به بعد از سرنگونی بلافاصله به مردم جهان اعلام میکنیم پیام صلح و دوستی رو و روابط دوستانه رو بدون صدور هیچ چیز دیگری، فقط نجات ملت ایران و کشور ایران بدون تعرض. اون چیزی که در فرهنگ ایرانی بود، در تمدن ایران شهری بود، بدون صدور چیزی احتیاج نداریم. ما خودمون مستحقمون کردند. در زمانی که ملت ایران مستحق هست چه چیزی رو صادر بکنه؟ به زبان ساده و یا همین چیزایی که اینها میگن، چراغی که به خون رواست به مسجد حرام است. فاصله دهان من تا گوش من چقدر است؟ بشنویم، یاد بگیریم. هر ضرب المثل درستی که از فرهنگ ایرانی برخواسته معنی درش وجود داشته و هست، که این معنی میتونه ما رو نجات بده. به من نگید که بعضی اوقات زیاد صحبت میکنید، باید صحبت ها کوتاه بشه. تو من این چیزها نجات دهنده کشوره. تاریخمون داره از بین میره، کشورمون از لحاظ جغرافیایی داره نابود میشه، ثروتمون، داشته هامون، جوانانمون دارن به جنگ کشیده میشن. وقت بگذارید گوش بدید. من سالها خون دل خوردم، منتی نیست، جانم فدای ایران، منتی نیست. ولی در زمانی که یک آموزگار درستم نداشتیم، نه فقط من، میلیون ها ایرانی که در این توطئه جهانی قرار گرفتن و بهترین فرزندان ایرانی که امروز جای جای جهان زندگی می کنند به خاطر شرایطی که براشون به وجود اومده، بسیارانی رفتند به دنبال زندگی خیشتن. نه، من ماندم بدون اینکه بخوام حتی خورده بگیرم از افراد، چرا که هر کسی توانایی هایی داره. تواناییشون تا این مقدار بود که بتونن فقط خودشون رو نجات بدن و فرهنگ ایرانی در خارج از کشور زنده نگه دارن. درود بر همه عزیزان، با هر طرز تفکری، با هر عقیده ای، ولی کماکان ایرانی موندن. هم که زبان فارسی و پارسی رو به فرزندانشون یاد میدن، برای من بسی جای خوشحالی و شادمانی است. اما در میان همه اینها به پا خواستم و میدونستم و میدانم که این صحبت ها روزی در دل جامعه نفوذ خواهد پیدا کرد، پیدا خواهد کرد و خواهد نشست، و اون نجات دهنده فرزند فقیر نگه داشته ایرانی، دختر و پسر، زن و مرد، پیر و جوان خواهد بود. و این چیزی است که میبایست درس تجربه ای باشه برای جامعه که با تکیه بر دانش و فرهنگ ایرانی خودت رو نجات بده، بدون اینکه بخوان ازت سوء استفاده های مذهبی بکنن. مردم رو میبرن جلوی بانک ها و میان میگن آقا ما فقط پولمون رو میخوایم. این یکی از دروغ های بزرگ و روش هایی است که اینها به کار بردن از طرف سازمان امنیت اطلاعات، سپاه و غیره، که ما فقط پولمون رو میخوایم. اگه شماها فقط اومدید پولتون رو بگیرید، که اجازه بدید من بهتون بگم چقدر سرمایه دارید. خامنه ای با گزارش رویتر که CNN هم به چاپ رسون و پخشش کرد، 95 میلیارد دلار در بانک های خارجی سرمایه، فقط این میتونم بگم ویروس هست. این نر مزدور، مردم بهش نمیگم، 95 میلیارد دلار فقط سرمایه این شخص است که این کشورها میدونن در بانکهاشون هست، دارن استفاده میکنند و حتی دارن سود ازش برمیدارن، ولی به خاطر اینکه سرپوش و درپوش بگذارن به هیچ کس نمیگن. بانکها دارن استفاده هاشون رو میبرن به نفع خودشون و به نفع ملتهای خودشون. ما هستیم که داریم پولتون رو میخوان. چرا برای چند میلیون تومان یا پولهایی که در بانک گذاشتید دارید التماس میکنید؟ دارم بهتون میگم ثروت شما کجاست. شما ثروتمندید، فقیر نگهتون داشتند که به آن چیزی که فقط جلوتون پرت میکنند قانع باشید. وقتی که در کنار هم قرار میگیرید در جلوی مؤسسات مالی، میبایست خواسته هاتون رو مطرح کنید و این جامعه ایرانی میبایست دست به دست هم بده و به هم بپیونده. روزگار سخت‌تر از این رو براتون فراهم میارم. به دختر میگن برو حجابتو حفظ کن، تو سر زن ایرانی میزنن. اون دست ها میبایست قطع بشه که اگه بخواد تعرضی به دختر ایرانی و جوان ایرانی وارد بیاد،
که بهش بخوان یاد بدن حجابتو حفظ بکن، یا تو سر جوون ایرانی بزنن. نایستید، نگاه نکنید، نظارگر نباشید، دست به دست هم بدید. ایران و این مادر اسیره، اشغال شده و منتظر دستیست، دستی که با همبستگی و همدلی به وجود میاد و شما هستید که میتونید این کار رو انجام بدید. باز خدمتون عرض میکنم، پرنده مردنیست، پرواز رو در خاطر بسپار. مردم دانا و متحد شکست نخواهند خورد.